درود بر همیانان ارجمند و بینندگان گرامی و همچنین کسانی که فایل آوایی مردم رو گوش میکنن، شنوندگان گرامی. شاهین نژاد هستم. میرسیم به سومین برنامه از سلسله گفتارهای روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام و بازسازی ایران شهر که نشست یک رو با شهرام در هفته های پیشین داشتیم و اگر که اون نشست یک و دو رو ندیدید به یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی برید و با همون نام، یعنی سرچ کنید، جستجو کنید برای روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام، شماره یک و دو رو ببینید تا بهتر بتونید با این جستار همراه باشید. هرچند که شهرام معمولا یه دقیقه نخست فشرده ای از آنچه که در یکی دو نشست گذشته گفته شده رو دوباره بازگویی میکنه. برنامه‌ای هم که پیش از آغاز برنامه دیدید، استاد امیر صادقی که از روایتگران بسیار نامی شاهنامه هستند که فکر میکنم گویا در ایران زندگی میکنند، آماده کرده بودند که در پیوند با بیماری کرونا و وضعیت حال بود که امیدوارم هر جایی هستن استاد صادقی تندرست و موفق باشن. شهرام جان درود بر شما. درود جان جان، درود بر بینندگان. با اجازت من میرم سراغ رشته گفتار. مثل همیشه نخست باید شیر اسکرین رو پیدا کنم. میبینید این تصاویر گوناگون الان روششناسی درست توی صفحه کامل دیده میشه؟ بله بله. من خب بله، توی این روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام و بازسازی جهان ایران شهری گفته شد، توی همون نشست نخستین گفته شد که ما بیش از 60 نشست داشتیم در مورد زیر ساخت‌های تاریخی، واکاوی دستگاه کاری ایران باستانی، ایران کلان جهان نگری اسلام، چگونه اسلام ایران شکست داد، فرایند خود شکست چی بود و و و، تا اینکه هم میهنان گفتن ما گمان میکنیم واکاوی فعلا ما رو سیراب کرده، بس تو همین جا بعدا ادامه میدیم یه خوردن بهش کافیم که آیا بر بنیاد همه اون چی که رخ داده این کشور رو میشه دوباره روی ریل پیشرفت انداخت یا نه. پس گرفت در حقیقت پس از یه کابوس 1400 ساله. در اون همون گفتار نخستین من گفتم یه فشرده‌ای ما داشتیم در گذار این 3 سال که به این پرداختیم که وقتی اسلام ایران رو شکست داد و گرفت، این محتوا، این درون مایه اسلامی سازی چه بود؟ بسیار گسترده این شکافته شد و نقاط ناسازگارش با اون فرهنگ ایران شهری، جهان نگری ایران شهری که بسیار همانندی داشته با فرهنگ امروزی تو نگاهش به تولید و چیزای دیگه، بعد از بین رفته به دست اسلام. در مسئله روش اسلام سازی به این پرداختیم که خب یه جهان نگری فروتر، شاید بتونیم پستری که آمده، این چگونه تونست اون برتر رو از بین ببره. یه کنجکاوی که همیشه برانگیخته بوده در ایرانی ها که نه تنها تو روش شکست نظامی بلکه توی اون 300 سال 400 سال بعدن ترادیسی ترانسفورماسیون ایران شکافت دو نشست های بسیار. اکنون میرسیم به اون پرسش کلیدی که الان چه می شاید کرد و چه می توان کرد، چه می باید کرد، یا آمیزه ای از آنچه که می شود و می توان و آن چیزی که وظیفه است، خیشکاریه. من گفتم پیش از اینکه ما به این روششناسی بپردازیم باید برخی کرد هست ها، برخی فکت ها رو پذیرفت. یک، پذیرفتن این کرد هست که هیچ گونه سازش و همزیستی میون بخش های اسلامی و ایران شهری در ایران نمیتونه باشه، پیشترم نبود و تو آیندم نمیشه، و شکافتمش با ناسازگاری که میون اسلام و اروپای شمالی امروز هم هست که هنگامی که توی نبردا مهاجرین مسلمان میان توی اروپای شمالی نمیتونن جای بنشینن و نمیتونن کنش اروپایی ها رو یاد بگیرن، اون تولیدگرهایی رو یاد بگیرن و همون کارهای آسیب ورز همیشگی رو ادامه بیدن و پس از 50 سال 60 سال هم میبینی انتگره نمیشن. برای خود اروپایی ها یه بلایی شدن و برای آیندهشون احتمالا یه کارکرد سرطانی خواهند داشت. این ناسازگاری گناه ما نیست بلکه یک کرد هسته، یک کرد هست که از برای اینکه بنیاد اسلام اونجور که در قرآن و در
سنت پیامبر سازمان یابی شده، بس که ناسازگاره با اون یکی جهان‌نگری که ایران زرتشتی پیشین رو یا اروپای پروتستانت شمالی رو میگردونده و میگردونه. و از این رو با زنده سازی این جهان‌نگری ایران شهری هم اگر الان به انجام برسه، به همون اندازه بازغلطاننده، revolutionizing، انقلاب کننده خواهد بود که اون شکست نخستین از اسلام بود. یعنی زیر و رو خواهد شد ایران به گونه ای که ایرانیایی که در جوانی آغاز این زیر و روی رو ببینن در پیری دیگه مثلا نخواهند شناخت که کجا قرار گرفتن. همون گونه که ایرانیای اون زمانم پس از اینکه جامعهشون اسلامی شد دیگه نمیفهمیدن کجا دارن زندگی میکنن. درست. و پذیرفتن این کرده هست که آزادسازی ایران از اسلام و بازسازیش از برای سرشتی که اسلام داره تنها با هزینه بسیار شدنی خواهد بود. چون حالا میتونن دوتا دستگاه با هم دیگه ناسازگار باشن، اما هر جفتشون دستگاه هایی در حقیقت روادار یا نیمه جنتلمن باشن. مثلا وقتی که هندی ها خواستن انگلیسی ها رو از شبه جزیره بندازن بیرون، آقای گاندی و اینها، خب اینو انگلیسی ها دستگیر میکردن و دور ولد میکردن، دستگیر میکردن، ولد میکردن، هیچ وقت نبردن زندان که اونجا تیکه تیکش کنن یا جلوی چشمش به نوش تجاوز کنن یا از اینجور کارها که در جهان اسلام بابه، یا اصلا قوم و خیش و دار اصلا همه رو قتل عام کنن، از بین ببرن مثلا 1,000,000 نفر رو. بنابراین یا از نیمه جنتلمنی که انگلیسی ها داشتن باعث شد که وقتی هم هند میخواست جدا بشه و مستقل بشه شد. درست. اون بسطه 5,000,000 نفر نموردن یا همچین چیزی، یا اصلا یه آشوب درونی بشه. بنابراین ناسازگاری برای معنا نیستش که جدا شدن باید هزینه داشته باشه، این یه بود مستقله. اسلام ولی سیستمش اینجوریه که چون خودش رو سراسر برحق و بستانکار، به ویژه بستانکار به حالت خشن میبینه، نمیتونه هیچگاه اولا هیچ اشتباهی رو بپذیره از خودش که داره اشتباهه و واپس بنشینه، کوتاه بیاد، پس بده، چیز از این دست. هر جا که بیرون رفته تو گذار تاریخ هم برخوردهای شدید بیرون رفته. پس کنار این کرد هست که میون ایران شهری و اسلام سازگاری تا 1,000,000 سال دیگه هم نمیتونه باشه به خاطر بنیادشون، نوازی که ما بدخیمیم، بدخواهیم، این هم هستش که این آزادسازی هم حالا از درون این دستگاه ناسازگار هم بسیار پرهزینه خواهد بود. درسته شهرام جان، فقط برای همیانانی که یه مقداری باز اینجا میخوان مکس بکنن، مسئله این نیست که در نگاه ایرانی، در جهان ایرانی ما رواداری نداریم. مسئله ناسازگاری این است که شما با دو موجودیتی سرکار داری که کلن تفاوت گوهرین داره، در ماهیت، در سرشت متفاوت و در بعض جا متضاد داره. و به این دلیل این کاستی فرهنگ یا جهانبینی ایرانی نیست که نمیتونه با یک سنت دیگری در نزدیکی خودش کار کنه و کنار بیاد. گرفتاری این است که اسلام به طور مشخص نمیتواند کنار هیچ جریانی زیست کنه و همزیستی داشته باشه، افسون برای اینکه اصولاً در خیلی از زمینه ها به خاطر تضاد میان نگاه ایرانی و نگاه اسلامی یه همچین جمع ازداد، یعنی مسئله مشکل منطقی داره جمع اینا. این وقت حمله بر این نشه که جهان ایرانی جهانیست نمیتونه چیز دیگری در کنار خودش تحمل کنه، میتونه به شرطی اون چیز دیگر ویرانگر و نابود کننده نباشه. بله، تو خواسته هاش سراسر ناسازگار نباشه. درست. نه در حد اینکه یکی تولیدیه، یکی مصرفی، یکی به خرد باور داره، یکی به ایمان. اینا دیگه ناسازگاری های گذرناپذیره که کارو به درگیری میکشونه. بله، ما گفتیم که این پذیرفتن، این برگردم هنوز یار، این پذیرفتن این کرد هست ها، این فکت ها مایه‌وره، مهمه. چون وگرنه آدم به سرنوشت روشن‌اندیشان ایران و یا بیشتر مهتران اندیشگی ایران دوچار میشه که هرگاه میخوان از دشواری‌هایی که از اسلام در ایران پدید اومده و اینها صحبت کنن با یه حالت تعارف و چله خورشتی و اینا کنارش رد میشن و میگن با امید خدا حالا در آینده با مدرسه بیشتر و دبیرستان بیشتر و دانشگاه خودش به خودی خود درست میشه، با امید خدا همه چی عالی میشه. در حقیقت یه همچین
سیاست ایران پهلوی دوم دنبال میکرد که فرجامش بر همگان دیدیم. و اصولا تو این هزار سال هم هر کسی با اسلام همیشه از در اینکه حالا ببینیم خدا بزرگی چی میشه برخورد کرده، مثلا نسلش اصلا کنده شده. این حالا روش انجام پذیر کدوم میتونه باشه؟ نه اینکه یه روش آرزوی، نه، بلکه روش انجام پذیر. چه گام هایی باید پشت سر هم انجام بشن که این کار منطقی انجام پذیر باشه؟ نخستین چیزی که نیاز هست اینه که خب حالا که مسلمونا خودشون میدونن تو زندگی چی میخوان، یعنی خواسته هاشون که بر بنیاد قرآنه و روش زیست پیغمبرشون و جهان نگریشون هم از اونجا برمیاد و در سطوح هم باورمندانشون هم مهتران دینشون اونجوری شکل گرفته، خب اونا میدونن چی میخوان، کشور هم که هزار سال دست اون است. این وری ها هم آیا میدونن چی میخوان؟ جز این که فقط یه نگاه کلی یه تاریخی دارن که آیا قبل از اینکه این آدم خورا از بیابون بیان، خب این کشور یه ابرقدرت بوده، سر و ته داشته، فلان اینها. خب این آدم خورا که اومدن بعد از یک کشاکش 2300 سالی که تو اون هنوز ایرانی ها خیلی سر ساختن، بعد دیگه اصلا بنکل از بین رفت و همون کشور جهان سومی شد که شد. خب قبلا بهتر بوده، بعدش خیلی خیلی بدتر شده. ولی گذشته از این نگاه کلی که آقا قبل بعض بهتر بود الان بدتر شده، آیا واقعا یه درک ژرفی اون ایرانی های ایرانگرا یا هر چی نام خودشون میخوان بذارن دارن که چی میخوان؟ ما در آغاز کار، آغاز جنبش، نیاز به بررسی های ژرف داریم در گستره این کسانی که میگن این جهان ایران شهری بهتر بازسازی بشه، که میشه جمع‌بندیش کرد به یک بندست مایه، یک مانیفست ایران شهری. مانیفست از لاتینش مانیفستوس که مهمترینش یا معروفترینشونه که آقای مارکس نوشته در صده 19 هم. مانوس تو رومی باستان به دست میگفتن و فستوس درست روشن نیستش که از چی میاد، در موردش صحبت بسیاره، ولی چیزی که باش میشه کار کرد رو هم معنی میداده. مانیفستوس یعنی اون که با دست ابزار کارت روزمره و بهش بازیاخت میدی، ارجاع میدی. بندستمایه، یه دستمایه بنیادی فکری، بندستمایه ایران شهری. حالا ما فعلا میگیم مانیفست، شنونده ها براشون آشناتره، ولی تو ذهنشون هم میتونن فارسیشو بشنون. بندستمایه، یک بندستمایه ایران شهری، که آقا این ایران شهری و درک ما ازش چیست، و پیش از اینکه اصلا بخوایم چیزی رو جایگزین کنیم مثلا بدونیم مثلا چیکار میخوایم بکنیم. این واکاوی و فراگویی تشریح بنیاد جهان‌نگری ایران شهری رو به همراه فشرده ای از تاریخ واکافتی، یعنی تحلیلی ایران و ناسازگاری های میون فرایند کارکردی ایران پس از اسلام رو به ویژه در اون کارهای تاریخی نیاز داره. یعنی شما یه دریافت تاریخی باید داشته باشی و یک تعریف، یک مرزگویی، یک دفینیشن که این چیه بنیاد اون چیزی که تو میخوای، یکی پیدایش تاریخی شو و حالا میرسیم بهش. به روزگار خودش شاهنامه این کار کرد و میداشته، برای همینم از ایران این همه هنوز باقی مونده. درست. این در حقیقت یه مانیفستیه که اون زمان فردوسی فورس ماژور آماده کرده و 70-80% بنیاد نگرشی ایران کلاسیک رو نگه داشته. البته در همبودمان در جامعه متلاشی شده و به کنار رانده شده، اما هر کس که میشه میخواسته بهش برگرده این شاهنامه رو میخونده مثل که یه بار ریبوت میشه، دوباره برمیگرده به اون حالت اول. درست. این بندستمایه از این کارا پس ایرانی‌ها پیشتر کردن، برای همینه که زبونش رو خیلی سایدی هم مونده و برای همینه که همین دودمان صفوی رو برساختن، در حقیقت اسلام کلاسیک رو تو ایران متلاشی کردن. این از این جنگا تو ایران بسیار بوده، ما آغاز کنندش نیستیم، ما به فرجام رسانندش هستیم. این کار ما تازه از اون بیچارا قدما خیلی آسان‌تر خواهد بود. کنار این مسئله که من باید خودم بدونم این بندستمایه ایران شهری من چیه، مثلا من چی میخوام، پیش از اینکه بخوام یه چیزی رو جایگزین کنم بهتر بدونم چی میخوام. مسئله آگه رسانی، تبلیغات سامانه‌ور، سیستماتیک و فراگسترده به گذار چندین و چند سال نیاز خواهد بود. البته یک کسی ممکنه بگه این 20 سال در دست انجامه. بله درسته، برای همینم شمار ایران شهری ها
در بیرون از کشور شاید اکنون به یک پنجم، یک هفتم همگان رسید. یعنی از شما از 7 میلیون بپرسی 1 میلیون اینوری هستن. یه درصد سرسام‌آوریه نسبت به 20 25 30 سال پیش که شاید به جای این 1/7 یا 14-15% شاید اون زمان به مراتب کمتر از 0.2-3% 0.5% یعنی 30-40 برابر افزایش اندازه میزان و ژرفا پیدا کرده. پس اینطور نیست که کار نشده باشه. در درون مرزم شهرم جان یک رشد بسیار بسیار فزاینده‌ای داشته و خیلی خیلی به چشم میاد. یعنی دهه 60 خورشیدی یه همچین جستارهایی و همچین گفتمانی کلن نمیشد پیدا کرد در ایران تو دهه 60. تو دهه 70 که خب همه جذب اون سیاه‌بازی اصلاح طلبی اینا شده بودن، دهه 80 دهه به نظر من گذار بود از اون شرایط به شرایط موجود، و دهه 90 دهه بود که این نگاه ایران دوستانه و برکشیدن شناسه ایرانی و ایران شهری یه دفعه در حقیقت به نقطه خیلی اوجی رسید. به نسبه بنابراین هم در درون مرز هم در برون مرز شرایط نسبت به چند سال پیش خیلی خیلی بهتره. بله، یه سنجه دیگر که برای خیلی ساده است این داستان درود گفتنه. درست. بیرون از کشور من یه بار گفتم از هر 500 نفر 300 نفر اگه سالهای 80 میلادی میپرسیدی یک تن میگفت درود. اینو من به چشم خودم دیدم، کودک بودم. اما اکنون پس از کشور این آگه رسانی باید هنوز با شدت بسیار پیش برده بره. صدای من درست میاد شاین جان؟ یه لحظه قطع شد ولی الان خوبه. چون اینترنت یه خورده تفلی گله کرد که پیوستمون یه خورده سسته. آشکارسازی و نهادین سازی بستر دانسته های دربایسته ضروری. یعنی همگان یا بخش بزرگی از درون کشوری ها به ویژه برون کشور هم همچنین، ولی درون کشور حتی دربایسته تر خواهد بود، باید ناسازگاری های میون جهان ایران شهری و اسلامی رو بشناسن. دست کم یا سرانگشتی اصولش رو باید بشناسن یا ژرف بشناسن. در سراسر کشور در همه لایه‌های هم بودمان باید این کار با سرآمد سرسختی فراتر برده بشه. در هر لایه‌ای هم با برگنجاندن به نیازها و سلیقه‌های اون. این لایه‌ها اگه بازاری باشن مثلا ممکنه بیشتر ارکان اقتصادیشو براشون جالب باشه، اگه بخش ارتشی باشن ممکنه بخش میهن دوستیش، فهم بدین هر کسی بر بنیاد اون سلیقه‌ای هم که داره باید این جدایی‌ها رو بشناسه. برای اینکه شما در پایان ایرانی باید بدونه که این داده های ناسازگاری میون اسلام و ایران کلاسیک کدومند و او کجا ایستاده. یکی از دلایلی که بخش بزرگی از ایرانی ها میگن آقا هی میگن سری که درد نمی کنه دستمال نبند، داره این سر از درد اصلا ترکیده، این کشور عقب ابرقدرت شده، این کشور عقب مانده جهان سومی، میگه سری که درد نمی دستمال نبند. یکی از دلایلی که میگه اینقدر دستمال نبند اینه که اصلا از عمق دشواری ها کسی خبر نداره، وگرنه من گمان نمی کنم که مردم ایران آدم های پرمدعایی هم هستن برای آینده کشورشون. اگه درست بدونن تو گذار تاریخ چی شده و بنیاد اختلافات نظری این دو چیه و با پاسخ های چلو خورشتی هم نمیشه درستش کرد که آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، حالا همه دینا دینای خوبی هن، اینم اینطوری اونطوری، اینجوری که آدم نمیتونه ابرقدرت بشه دوباره. شما وقتی یه ناسازگاری بنیادی تو کارات هست اینو باید بری بشکافی. ولی هنوز عموم قوم نه به این کارا پرداختن نه براشون مثلا کنجکاف بودن. بنابراین من گمان میکنم این بخش آگه رسانی در سطح درون کشوری تا کنون مکسیموم 15% جامعه رو هم بودمان رو در بر گرفته. این باید از 15% علاقمند لایه‌های میانه شهرنشین یا در شهرستان، شهرهای بزرگتر شهرستان،
این باید به یه چیز حدود 80% قوم فراتر رسونده بشه. حالا ممکنه شما اینو فراتر میرسونی یه چند میلیونی هم بگن آقا بعد از اینکه شما برای ما توضیح دادی که ایرانی بودن چیه، ایران شهر چیه و اسلام چیه، منم اسلام رو دوست دارم. مثلا آقای غزالی، اون دشمن بزرگ فرهنگ کلاسیک ایران، آقای غزالی بود، اون دقیقاً خوشم ایرانی بود. و وقتی که معتزلی ها رو که دقیقاً اون ایرانی های کلاسیک بودن که می‌خواستن ارزش های زرتشتی رو به اسلام زور چپون کنن، وقتی کمک می‌کرد اونا رو پیدا کنن، قتل عام کنن یا عقب برونن و اینها، این همیشه میگفت این اومدن اون جهان پیشرفته قدیم مال زندقی ها آتش پرست ها اینا رو میخوان به ما دوباره بدن. در صورتی که هدف ما تو این زندگی که پیشرفت نیست، هدف ما تو این زندگی اینه که ما فرمان های الله درست انجام بدیم و بریم بهشت. و فراتر این چیزی که این معتزلی ها پیشنهاد میکنن که انسان نیرومند، انسان خودمسئول، انسانی که فقط بر خرد تکیه میکنیم، برای من یه چیز کاملا کریهیه. ما یه عمر گشتیم رفتیم اسلام رو پیدا کردیم که توش یه خدایی هست پر از جبروت و انسان کاملا پست و کوچیکه و این برای ما چیز دلپذیره که خداوند خیلی 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 قدر قدرتی اونجا هست و یه انسان خیلی 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 پست و ناچیز و من میتونم تکیه کنم به اون خداوند و اگه فرمانهای اون رو مثل یه برده انجام بدم منو نجات میده و میبره بهش پیش حوریا. یعنی اینجوری دوست داشت، آگاهانه اینجوری دوست داشت. بنابراین اگه این آگه رسانی ها در سطح کشور هم بشه با شدت و حدت، به این معنا نیست که آخر همه قوم میان میگن که آخ ما فهمیدیم که مثلا چه کجراهی رفتیم هزار ساله، بلکه یه درصدی هستن که هم هوششون یا کمه یا گرایش های سادیستی دارن یا هرچی هست، از همون او خوششون میاد. میگم از انسان ضعیف و یه خدای بسیار بسیار توانا خوشم میاد که این انسان فقط با توکل به خدا و ترسیدن از خدا اینو آخر میبرن پیش حوریا. یه درصدی آخر اونجوری میپذیرن. ولی قبل از اینکه اصلا کسی بفهمه چی به چیه، همه باید یه بار آگاه بشن، بعد ما ببینیم دیگه تصمیماشونو چجوری میگیرن. ولی این قوم اول باید بدونه چی به چیه، چون در حال حاضر 90% بر بنیاده که آقا سری که دست درد نمیکنه دستمال نبند و از این حرفای چلو خورشتی در حقیقت مسئله سرتاش همو برده. این قوم هنوز عموم مشکل رو بهش نگاه نکرده، ادعاشون بالاست، میگن ما میخوایم ژاپن بشیم، آلمان بشیم، از این حرفا. ولی وقتی براش میشکافی که در داخل کدوم جهان نگری این شدنیه یا نه، بعد تازه سردردش میگیره که تازه میفهمه چه خبره. اونا بخش ادعا رو دارن، اون از ایران باستان براشون مونده. ایرانی‌ها ادعایشون همون ادعای در حقیقت ابرقدرت ایران باستانه. ولی نمیفهمه که تو این ابزار فرهنگی که توش گیر کرده با این نمیشه به جای رسید. این برای 90 تا 85%شون دیگه در بهترین حالت 80% هنوز اصلا به گوششون نرسیده این مباحث. حالا اون بخش برگردم کوتاه بخش یک، پس این مسئله این بود که ما این بندست مایه رو نیاز داریم، بخش بندست مایه ایران شهری رو نیاز داریم که اصلا درست ایران شهری ها بدونن چی میخوان و کجا رو در روی اون که وایسادن. دو، آگه رسانی سامان. مانور باید سراسر کشور رو مشروب کنه، اسم بگیره، هم قیه مردم نیستیم، هر کسی واسه خوش دست میگیره. اسکی ارتباط اینترنتی خود دوباره بد بود، حالا شاید بهتر بشه. بله. صدای من میاد؟ بله شاید. بله بله. و بخش سوم اینه که ما یه نکته رو هم برای ایرانی ها روشن بشه. حالا من اصلا کاری ندارم که این مسائل تو کشورهای دیگه روشن بشه. تو کشورهای فرنگی، نمیدونم کشورهای همسایه ما، اصلا به هیچ وجه. اونا مسلمون ببونن حتی برای ما بهترم هست، ما آخر سر اونا همون همون تو هم واپسواندگی میمونن، ایران صنعتی میشه، میشن بازارهای مصرفی ایران. من اصلا اصلاح ندارم اونا چیزی یاد بگیرن، من فقط ایران، ما فقط حساسیت داریم. و در این ایران ما یکی از مسئله‌ای که مردم باید بفهمن اینه که اسلام آخر سر رسما دین نیست، بلکه یک باورگرایی، یک ایدئولوژی هماکخواهه، توتالیتره. بنابراین یک دین کانونشنال متعارف، یا به فارسی مثلا بگیم شناختوار، یعنی از اون چیزهایی که میشناسیم تو بستر شناخت هست که میگیم دین نیست، ایدولوژی کنترل کننده سیاسیه و توتالیتر، اونم تازه خفه کننده،
که فقط از نمادها و الگوها و ابزارهای دینی بهره میگیره. خاصش آخر دین نیست. حالا یکی از ممکنه بگه اینجا گفته مثلا از نگرگاه ایران کلاسیک نیست. نگرگاه ایران کلاسیک چی بوده؟ که همون نگرگاه هندو اروپایی بوده با رنگ زرتشتی. آقا دین یه مسئله‌ایه که فقط پیوندی پدید میاره میون مردمزاد، میون انسان و یه جهانی از نیازهای ترافرازنده، ترانسندنت، مینووی. و آخر سر یه سودی هم باید به اون مردمزاده برسونه. سود درست درمون. برای همینم آیین زرتشت همش روی مسئله تولید و کار و سخت کوشی و آموزش و یاری‌های اجتماعی اینا میچرخیده. که این کار این کشور مثل تراکتور بره جلو. اون یکی از هر لحاظ در حقیقت این تعریف رو به هم میریخته و دین نیست. اولا که کارش در درجه اول با مسائل مینووی نیست، بلکه با کنترل جهانه و از بین بردن مخالفا. که دین نیست که همچین چیزی. با انگار که مثلا ناسیونال سوسیالیسم ولی خاصی شعبه دینی بزنه. مسئله دومم اینه که تو همون بخشای معنوی و ایناش هم انحراف فکری داره. یعنی انسانو از مسئله تولید دور میکنه، میبره سراغ بهشت روی. یعنی از این مسئله تولیدی میبردش به این مسئله مصرفی و بعد ارکان خرد هم اینا هم به هم میزه، جایگزین میکنه با ایمان و تقوا اینجور چیزا. یعنی اولا دین نیست چون به کارهای غیر دینی همش کار داره، میخواد جهان رو تصرف کنه، کنترل کنه با اسلحه. اونم اگه صلاح دید زیادم دست بده اسلحه میبره و تو پیوسته هم دست برده. یعنی مثل استثنایی نیست، نه اصولا دست به اسلحه میبره، دست به دروش خویی میبره، میخواد جهان تصرف کنه. این از همین دیگه این دقیقه دین نیست، چون در ایران کلاسیک میگفتن دین یه مسئله معنوی مینوویه فقط. و از طرف دیگه هم همه این کار هم که میکنه، حالا اگه همه این کار هم میکرد ولی آخر سر نگاهش رو پیشرفت و صنعت و اینا بود، میگفتیم اوکی حالا یه بخشش رو زیر سیبری رد میکنیم. آخر هم همه این کار رو میکنه که چی؟ افراد بشن موجودات مصرفی و از خرد گسسته. یعنی هر دوتا ستون اینو که یه دین چی هست که ایران باستان بهش باور داشته میریزه به هم. یکی از ستونها اینه که به کارهای دنیوی نباید خیلی کار داشته باشه، که دست به اسلحه ببره، دست به حکومت ببره، از این حرفا. مسئله باید خصوصی، درونی، روحی، روانی باید بشه. اونی که اصلا بین کل بیزاره زیر پاش. و دومم این که عاقبتش هم باید یه سود تولیدی برای این جهان داشته باشه، نه اینکه ما رو به قبله دراز میشیم به سوی منتظر بهشت و حوری. کارایی هم که میکنیم وسط کار فقط نماز و روزه و کشتن دگراندیشان. یعنی هر دوتا ستون رو میریزه به هم. از دید ایرانیای باستان این دین نبوده. یعنی شما یه موبد زرتشتی رو از اون زمان ساسانی‌ها برمی‌داشتی که داشته با اینا می‌جنگیده قبل از که کشته بشه، چون بعدن که همشون کشته رفتن، برمی‌داشتی می‌بردی الان می‌شوندی اینجا جلوی این تلویزیون، می‌گفتی اصلا دین نیست، ما با اینا صبح تا شب داشتیم می‌جنگیدیم، اصلا دین نیست. اولا همش به کار دولت و جنگ و شمشیر کار داره، اصلا معلوم نیست این چه کار معنوی اصلا داره. و دوما آدماش هم که باشون رفتار میکنی یا همش در حال غارتن تو این دنیا یا منتظر بازنشستگی تو اون دنیا. یعنی هم به اون کارهای کار داره که آدم دین نباید کار داشته باشه، و آخرم انسان رو از نظر معنوی هم گمراه میکنه. یعنی هر دوتا ستون رو که دین چه کارهایی باید انجام بده این زیر پاش میذاره. در حقیقت شهرام جان، فروع دین که در اسلام به صورت اون 8-9 مورد تعریف میشه، حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و نمیدونم خمس و زکات و اینا، وقتی اینا رو نگاه میکنی همشون اتفاقا تو حوزه عمومی هستن. یعنی به فضای خصوصی زندگی انسان چندان کاری نداره. امر معروف یعنی برو به دیگران بگو چه کار خوبه این کارو بکن، نهی از منکر یعنی که اگر دیدی کسی کنشش، ظاهرش، آشامیدنش، خوردنش، نفس کشیدنش غیر اسلامی است، برو و یقشو بگیر. جهاد که خب مشخصه دیگه، با چه همش دخالت تهاجمیه. دخالت تهاجمی در بهترین حالت کارهای وقت کشی، اگر خیلی ارفاق کنه، خیلی ارفاق کنه فقط وقت کشی میکنه، و اگر نه تهاجم میکنه. تازه اصولش هم بهتر نیستن. اصولش چیه؟ توحید. و توحید یعنی چی؟ یعنی تمرکز قدرت همه نیروهای مینووی دست یک نیروی قدر قدرت خرد کننده در آسمان. خب چی بشین؟ ایرانی های باستان از یه همچین تمرکزی متنفر بودن، برای همینم اگه اون این توحید از اون مال اونا اصلا توحید نبوده.
این آهرامزدا اومده همون جهان رو انداخته، 6 تا امشاسپند درست کرده به اون نیروهای مستقل از خودش و به اونها مثل یه گاورنر، مثل یه دونه استانداری که کاملا چیز داره، استقلال رأی داره، بهشون کار سپرده و اون کارا هم دخالت نمیکنه. خود اونها حتی خیلی جا اهورامزدا رو کنترل میکنن، ویراسته میکنن، بهبود میبخشن. و بعد نیروهای مینوی دیگری هم که آخر سر خود انسان هم یه مشتق مینویه که فقط ماتریالایز شده، مادی شده، اینا کاملا استقلال رأی دارن. یعنی اصلا این چیزی که این به عنوان فضیلت نگاه میکنه که همه چی رو من متمرکز کردم دست یک نیروی خرد کننده که به حرفشم گوش نکنی شکنجت میکنه، اونا از این مطلب کریه میدونستن. یعنی اصولش هم منحرفه، چون دیگه از اصولا نقشی برای انسان نمیمونه توی نمیمونه. هستی کاره نیست. خب نبوه، خب نبوه یعنی چی؟ یعنی اینکه باور عمیق ما به این اینه که انسان کاملا احمقه، بنابراین یه چوپان نیاز داره، وگرنه نمیمد میگفت نبی، نبوه، یه چیز دیگه میگفت. مثلا از مشتقی از ریشه های فعلی که به اندیشیدن، راهنمایی رایزنانه، شعور، فکرایش، از اینا برمیداشت. یا هدایت مثلا برمیداشت. نه هدایت هم نه، راهنمای فلسفی، مشاور فلسفی در حقیقت، یه همچون چیزی برمیداشت. یعنی اگه سرمایه گذاریش رو عقل بود، این میگه آقا این موجود که من خودم آفریدم کاملا احمقه، برای همینم یه دونه چوپون نیاز داره با عصا تو دستش. عصاش هم در حقیقت همین مجاهدین اسلام هستن که میگیرن میکشن از این حرفا. اگرم که اینا محکم نزدن پس کلش، من خودم بعدن میزنم. اینم تمام کانسپتش. یعنی اصولش هم بهتر نیست در حقیقت. این تو اصولش فقط شیعه ها یه چیز درست درمون که بازمانده از همون هم آیین زرتشت بوده از در پشتی بهش زدن که اون عدالت بوده، که اون دادگری یه ویژگی اهورمزدای قدیمیه که در معتزلی ها هم بود، میخواستن وارد اسلام کنن نشد. معتزلی ها دو تا ستون رو میخواستن وارد کنن، یکی خرد رو، یکی دادگری رو، هر جفتش نشد. دادگری آخرش شیعه ها با کتک دیگه وارد کردن، ولی خودش که از این فکرها اصلا نداشت، اصلا سازگارم نیست با یه خدایی که با جبر و خشونت حکومت میکنه. این اصلا لازم نیست کاراشو توضیح بده که عدل و اینا داشته باشه. بگذاریم، ما تو کارهای توضیح تاریخی نیستیم. عرض کردم که این واقعا اصلا دین نیست. حالا اگه اون بخشای انحراف ایدئولوژیکش، انحراف اعتقادیشو بذاریم کنار، بگیم مال خودشه، اون یکی ستون که تو کارهای جهان با شمشیر و با تهاجم دخالت میکنه، این یک حزب سیاسیه، این دین نیست. این باید برای هم میهنا روشن بشه. و بنابراین مسائل دیگه هم از این پس میان بیرون. مثلا بررسی و شناخت سراسری ایرونیا از تاکتیکای دو پهلوی اسلام، رزمندازی دو پهلوی اسلام. این چی کار میکنه؟ هنگامی که زورش میچربه به حمدالله، هر کسی رو که دستش میفته میکشه، شکنجه میکنه، چارتیکه میکنه، به تبعید میفرسته، خودشو میکشه، بچهشو به بردگی میفروشه الی آخر. خدا نکنه یه روزی در سستی قرار بگیره، اون موقع میره پشت دین، پنهان میشه پشت نام دین، یا با من چیکار داری، من که دینم فقط، که من که فقط یه امر معنوی ام، و منتظر فرصت بعدیش میشه تو همون سنگرگاه، مظلوم نمایی میکنه و نقش قربانی رو در حقیقت بازی که مثل قده سرطانی اونجا بمونه بعد برگرده نوبتش که شد. در حقیقت از مشروطه به این ور اینا بیش از 50 سال تو این حالت بودن، منتظر فرصت و باز آمدن. به مجرد اینم که باز آمدن نشون دادن که وقتی پیروز میشن درکشون چیه. حالا این روش های پدافندی دیگه شون که چجوری در جامعه کمهوشا و سادیستا رو سازماندهی میکنن تو برنامه بسیار صحبت کردیم، ولی اینا رو هم باید از داخل این فرایند ایرونیا بفهمن تو این بخش ادامه آگه رسانی. مسئله چهارم، حالا ما این بن دستمایه به دست آمد، عرضم به حضورت که آگه رسانی شد، ایرانی ها درباره این که خود اسلام مثلا یک کارکرد دین مانند نداره بلکه ایدئولوژی سیاسی توتالیتر مثلا آگاه شدن، بسیار خوب. حالا چه آخرش چه بشه بر ادامه این فرایند هایی که توی سالها داره انجام میشه و در آینده با شدت بیشتر انجام خواهد شد، باید این ایرانی هایی که به این محتوا، به اون درون مایه، اون بندست مایه ایران شهری روی آوردن،
و این داده های تاریخی رو هم دریافتن، باید سازماندهی و شبکه سازی بشن. سازماندهی و شبکه سازی این آدم های دلنهاده، این دیدیکیتد ها، این ارادتمندان به این بستر فلسفی ایران شهری. با گسترش و ژرف‌سازی مانیفست ایران شهری در آن شبکه ها باید این کار انجام بشه. حالا من چون این ایران شهری سر از خرد آورده بیرون و نه از تعصب ابراهیم اسلامی، این خودش از پیش خودش خطرات رو هم میپرسه، از خودش میپرسه نکنه ما داریم اینجا سازماندهی میکنیم، شبکه سازی میکنیم، بندست مایه اگه نوشته بشه بپذیرن عموم ایران شهری ها، نکنه این یه جور فرقه بشه، یعنی بشه خودش مثل اسلام که میگه او اشتباهی بود، من درستم به حمدالله میزنم اونو کنار، خودم میشینم جاش. چون وقتی شما بیش از اندازه شبکه مند میکنی یه چیزی، این خطر رو همیشه داره که ایدئولوژی و فرقه بشه، چیز زورگو بشه. این خطر رو من بیش از 10 سال در موردش میاندیشتم، وقتی در مورد این مطالب میاندیشتم، ولی این خطر به هیچ وجه من الوجود توش وجود نداره، چون این همون راهی رو میره که دقیقاً پروتستانتیسم لوتری میره و پیشتر آینه زرتوش میره. شما وقتی سرمایه‌گذاری میکنی روی خرد و وجدان، این اون سرشت اصلا نداره که بتونه ایدئولوژی بشه، چون خرد یعنی کنترل پیوسته به وسیله دریافت خودت، اینجور که کانت میگه مستقله، تو هر اندیویجوالی، تو هر فردی مستقله، خودیستاست. و وجدانم که دیگه از اونم فردی تر و مستقل داره. وقتی تک تک یگانهایی که دارن با هم کار میکنن تو این دستگاه به هم پیوسته این شبکه ها همه خود ایستان، کدوم انحراف ایدولوژیک؟ هر آن همشون همدیگر رو کنترل میکنن، هرگاه انحراف و تندروی خاص رخ بده همه با خرد گروهی جلوشو میگیرن. اینجور انحراف ها فراموش نکنیم ویژه ایدئولوژی هاست، ویژه باورگرایی هاست. مثلا در کمونیسم بود، چون اینا میگفتن ما یه حقیقت مطلقی به دست آوردیم که برآوردهای روانشاد مارکس و آقای لنین هم اینا رو اومده سازماندهی کرده، استالین هم دوباره بیشتر سازماندهی کرده و همه باید اینجوری بیاندیشن. اونجا یعنی خرد رو تعطیل کرده بودن در رویارویی با ستونهای بنیادی تر که میگفتن اونا درک مارکس از تاریخه، در دیالکتیک ماتریال و اینی که این فاکتورهای تولیدی چجوری تاریخ رو میگوبالونن، مثل یه دینی بود در حقیقت اون روانشاد درست کرده بود. بنابراین خرد وقتی به اون دیوار برمیخورد، خرد درجه 2 بود، اون درجه 1 بود، بنابراین میتونست انحراف ایدئولوژیک بره. ولی در سیستمی که خرد و وجدان پایه یکن، انحراف وجود نداره. شهرام جان در حقیقت ایدئولوژی که به صورت واژه معمول بین مردم جاری هست، مثل مثلا فرض مکاتب چپ، مکتب اسلامی و از این دست، یه حالت سنگواره‌ای خیلی آشکاری درشون هست به خاطر اون ایستایی که در جریان، چون حتی نظریه‌ای که به اصطلاح نظریه‌ای با پشتوانه علمی خودشون نشون میدن، اون انجماد و یخ‌زدگی و مطلق گرایی درشون هست. حالا چه میخواد نظریه مارکس باشه، چه میخواد برآمده از صحرای عربستان باشه، در حقیقت عاملی در جهان ایرانی هست همچنان که گفتی خرد، که خودش واپس زننده هر گونه انجماد و ایستاییه. و چون خود خرد مسئله پویایی درش هست، داینامیک داره، در حال حرکته، هیچگاه با این که انسان سنگواره به یه چیزی مؤمن بشه، نمیتونه در یه آینه خردگرا وجود داشته باشه. و این مؤمن بودن به یک مقوله هست که در حقیقت خطر تمامیت خواهی و به هر حال انحراف و کجروی رو میتونه به یه جهان نگری بده که خوشبختانه به هیچ روی در جهان نگری ایران شهری نیست. در حقیقت اون جایی که استقلال فرد جلوی یک باور ایمانی عقب میشینه، کاملا جای خطرناکه. اونجا خطر آغاز میشه که این راه هم اسلام به شدیدترین حالت رفته و هم باورگرایی مارکسیسم رفته بود. بسیار. شاید جان اگر که ممکنه برنامه رو، یعنی سخن رو در اینجا بیستیم و بقیهش رو واگذار کنیم به نشست آینده، اگر که از شیر اسکرین در بیاریم، میتوانیم که به هر حال هنوز کار مونده که به جنبندی برسیم. از این جهت
همین الان نگران نباشم، باز در هفته‌های بعدی مقوله بیشتری رو از این خواهیم دید و زاویه دیگری هم باز خواهد شد. توی این چند دقیقه پایانی میخواستیم که با شما درباره اون خیشکاری یا وظیفه‌ای که شما هم‌میهنان هم‌اندیش نسبت به این مسئله، نسبت به این مقوله، نسبت به این جهان نگری و نسبت به این جنبش و گفتمان دارید یادآوری کنیم. برنامه های ما که تلویزیون پارس پخش میشه نیازی داره که به پشتیبانی مالی داره. ما تا کنون خودمون و دوست دیگری که در هیئت امنای جنبش سانس ایرانی بودن همت کردن، آستین بالا زدن و تمام این چند سال گذشته هزینه برنامه تلویزیونی که فقط یک رقم هزینه های بسیاری رو در پیوند با ساختن کلیپ ها، راه اندازی کنفرانس ها و خیلی خیلی هزینه های دیگر دادن و فکر میکنم که انصاف باشه که هنگامی کسانی از زمان و انرژی و حتی امکانات مالیشون بهره میگیرن برای اینکه یک در حقیقت نیاز، یک ضرورت جامعه ایرانی رو تو این جامعه در حقیقت بهش بها بدن و جلو ببرنش، هموطنان دیگری که کمتر میتونن وقت بگذارن یا در حقیقت اون پتانسیل یا امکانات مشارکت فکری رو تو این برنامه ندارن، اگر که براشون شدنی باشه پشتیبانی مالی بدن که اهداف جنبش بتونه جدیتر و با شتاب بیشتری جلو بره. و این گونه هست که توی یک همراهی و همازوری می شود که کارهای بزرگ انجام داد. هر چقدر شمار اشخاصی که وارد این فضای کار مشترک بیشتر باشه، طبیعتاً فشار و واری که بر دوش شماری که درش دخیل هستن میاد کمتر میشه و توان انرژی بیشتری برای انجام کارهای به درد بخور نزد اونا باقی میمونه. موافق هستی شرم جان با سخنی که گفتم؟ صد در صد، من بودم حتی خیلی رک‌تر میگفتم. ببین، ایرانی ها الان تا اونجا رسیدن تو این 20 سال اخیر که فهمیدن یه شخم بسیار ژرفی باید اون کشور بخوره و شمار فزاینده یا به این کارهای نظری دارن میپردازن. اما خب اونا شمارشون اندکه آخر سر و حتی بهره برندگان بیننده هم آخر سر فقط بهره برنده هستن. بخش انجامی باید شتاب و توان پیدا کنه و راه اصلیش در جهان مدرن تزریق سرمایه است. پروژه های بسیاری هستن که ما در رنسانس طراحی کردیم، بیش از 2 سال منتظر به انجام هستن چون سرمایه شون نیست و توی ابعاد گوناگون طراحی شدن، حتی تا پروژه های بزرگ. الان زمان اون رسیده که هم‌میهنانی که توان زندگیشون رو متمرکز کردن روی گسترش سرمایه، چون شما تو عمر یه کار میتونی بکنی، یا رو دانش خودتو تمرکز میدی یا رو سرمایه. اونا که رو سرمایه خودشون تمرکز دادن میتونن بگن فلانی تو بخش دانش چه میدونم 200 ساعت 300 ساعت از وقتشو در سال میذاره این کارو جلو میبره. من 50 ساعتم بذارم با اون ساعت درآمدی که من دارم، مال یه کارآفرین، یه پزشک موفق، یه کلینیک داره، میتونه ده ها هزار صد ها هزار دلار باشه که اونا رو در اختیار بذاره. و من اصرارم دارم که وقتی هم‌میهنان به این راه پای میذارن دقیقاً هم کنترل کنن که میزان موفقیت چقدر بود، دنبال کنن، کنترل کنن. فرهنگ کنترل هم باید کنار همراه به فرهنگ سرمایه گذاری بیاد که همش به همون بر بنیاد همون خرد زرتشتیه. اصل مطلب اینه که ایرانی ها بیش از 1000 ساله این همکاری های اجتماعی رو فراموش کردن. در تنها زمینه ای که سرمایه گذاری میشه معمولا در گسترش اسلام بوده، حتی اونجا هم نباسته این که کسی باور به کار اساسی داشته، بلکه باسته این که با اون فساد اخلاقی این همراه بوده که میگفته من دارم سرمایه گذاری میکنم که بعدن از الله اون بازنشستگیشو پس بگیرم. یعنی حتی اونم که اونم اونجا کمک میکردن به ساخت مسجد و چیزهای دیگه، اونم یه هدف اجتماعی دنبال نمیکرده، بلکه اینه که بعدن تومنی 10 تومن از الله پس بگیره. یعنی قوم ما کلن منحرف و فاسد شده و اگه ادعاهایی داره در زمینه این که میخواد تغییر پیدا کنه، الان باید هر کسی آستانه رو بزنه بالا. اونی که توان ذهنی داره، توان ذهنیش بده، توان مالی داره، تزریق توان مالی و کنترل که نمش درست مصرف بشه. و
ولی با نگاه کردن از دور و دنبال کارهای خصوصی رفتن، اون همش همون حرفای پرمدعا هست که زمان پهلوی دوم بنز کافی داشتیم، با پول نفت جلو می‌بردن نه با پول همت خود قوم، و دیدیم که به چه سادگی هم پاشید، چون همه همون نگاه مصرفی رو بهش داشتن. اگه واقعا ادعای این قوم داره که فرقی داره با دیگران در آسیا و هم پای آلمان و ژاپن، باید خودش رو به شدت تکون بده. این بخش ضعیف‌ترین بخش بوده تا الان، چون افراد اصلا عادت ندارن که مایه بذارن توی کاری، چه مایه زمانی چه مایه سرمایه‌ای. این اگر تغییر پیدا نکنه تمام این حرفا باد هوا میمونه و این کشور نه فقط در دست الله برسا تا هزار سال دیگه میمونه، به همدلیه کشور عقب مانده هم میمونه که اون موقع حقش هم خواهد بود. تو عجبسم کاملا درسته شرم جان. برای همیهنانی که میخواهند کمک برسونن به جنبش رنسانس ایرانی و انجام کارهای اساسی که تو دستور کارمون بوده و هست، تولیدات فرهنگی، نوشتن بندستمایه، منیفست و همچنین کتاب‌های تحلیلی تاریخ ایران، پیگیری این گونه برنامه‌ها، برگزاری کنفرانس‌های فیزیکی حقیقی و همایش‌های اینترنتی و از این دست، چند راه دارن برای کمک کردن. اگر که با اینترنت آشنایی بیشتری دارن میتوانن به تارنمای فارسی ما برن iranianrenaissance.com و در اونجا یا با کردیت کارت پرداخت کنن یا با پیپل، و یا اگر که با هیچ کدوم دوتا نمیخوان پرداخت کنن، میخوان چک بفرستن، محبت کنن، در همون iranianrenaissance.com پیام برای ما بنویسن و باشون تماس گرفته میشه. اونهایی که آقای شهروز اش دوست ارجمند ما رو در جنبش رنسانس در کالیفرنیا میشناسن که در حقیقت متولی جمع جور کردن این برنامه هاست، میتونن با شهروز جان تماس بگیرن، هم انجمن زرتشتیان هم مرکز زرتشتیان شماره تماسیشون رو دارن و ترتیب فرستادن کمک مالی رو از طریق شهروز انجام بدن. به هر حال بی تفاوت نباید باشیم، توی عصری قرار داریم که به قول سعدی و عمل کار برایت به سخندانی نیست. نیاز به این است که اگر که باوری داریم برای اون باور و برای به دست آوردن اون چیزی که فکر میکنیم حق ما به عنوان یک ملته، یه مقدار همت کنیم و آستین بالا بزنیم. سپاسگزارم از توجهتون. تا برنامه بعدی، بدرود شرم جان. سپاس و بدرود. بدرود.